خوش آمدید به ویدیو امروز بچه ها. امروز ویدیومون همونطور که از روی تامنیل و تایتل ویدیو دیدید Q&A پرسش و پاسخه و قراره سوالایی که از همه مهمتر بود و سوالایی که بیشتر پرسیده بودید ازم که توی اینستاگرام یه دونه کوئسچن بار گذاشته بودم و گفته بودم هر سوالی که دارید و دوست دارید جواب بهشون بدم ازم بپرسید و امروز هم اومدیم به اون سوال جواب بدیم و حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید که اگه سوالی بوده براتون، اگه سوال شما هم بوده جواب داده میشه و دمتون گرم که از ویدیو حمایت میکنید. بوس به کلهاتون مثل همیشه، ساب و لایک و کامنت اینا فراموش نشه. مرسی که اینقدر خفن حمایت میکنید. بوس به کلهاتون. پس بریم مطلبی بریم که ویدیو رو داشته باشیم. لتس گو. امروز قراره کلی حرف بزنیم. خب بریم که با اولین سوال شروع کنیم. خب اولین سوال میگه که چند سالت، رشته چیه، کجا زندگی میکنی، قطعات پی سی چیه. متولد 82 هم و نه الان تقریبا میشه 19 سالم و کجا زندگی میکنم؟ قم زندگی میکنم ولی اصلیتم یه رگم تهرانیه که پدرم اهل تهران بوده و مادرم اهل قم بودن و آره دیگه همین قوم هم زندگی میکنم. قطعات پی سی که اینجا میبینید، این پی سی که اینجا میبینید قطعاتش رو براتون اینجا میارم رو صفحه و بهت حال کنید. آره خلاصه خیلی سوال کرده بودید ازم تو سینما، همیشه بهتون جواب میدادم ولی میپرسیدید و دیگه الان ببینید دیگه نه نپرسید. شوخی میکنم. خب از کی واردون رو پلی میدی و چجوری موومنت خودتو کشف کردی؟ موومنت خودم کشف نکردم، فقط با پلی دادن و مستمر بودن این پلی دادنه. میبینید وقتی به گیم عادت میکنی یه چیزا اگه بازیت خوب باشه، اگه اون چی بهش میگن، اون ارتباط برقرار کردنه با گیم تو وجودت باشه، با گیم بتونی ارتباط برقرار کنی، خودش میاد دیگه. حالا هر اسکیلی که باشه تو گیم رو میتونی راحت یاد بگیری که یکی از اسکیل های وارزون هم موومنته، خیلی موومنت نرم و خوبی داره و آره دیگه. اینجوری بود که قدیما 12 ساعت تقریبا میشستم پا سیستم رو پلی میدادم با بچه ها و بعضی موقع هم خودم میرفتم توی کاستوم مولتی چیز مودرن وارفر و اونجا پلی میدادم و سعی میکردم یه ذره تمرین کنم و گیم پلیم رو بهتر کنم و اینجوری بود که موومنتم بهتر شد. و اینکه از کی وارزون رو پلی میدم، از اون موقعی که ریلیز هنوز نشده بود، یعنی مودرن وارفر بود، مولتی پلیرش بود، اون موقع مولتی پلیر پلی میدادم و بعد نمیدونم سیزن یک چیزش تموم شد، آره سیزن یک مولتی پلیر تموم شد، یه سیزن یک دیگه اومد که با وارزون ریلیز شد، اون موقع داشتم بازی میکردم. و آره خلاصه اینم از این سوالتون. بریم سوال بعدی. سوال بعدی میگه که چجوری از دست سویچ کنم یا چجوری از موس کیبورد سویچ کنم رو کنترلر. ببین خیلی راحته، این دکمه یو اس پی رو میزنی به سیستم، ببینید یه دکمه یو اس پی اینجاست، یه دکمه یو اس پی میزنی به سیستم ده پی اس فورت، ایزی سویچ میشه. نه ولی حالا بی شوخی، اگه میخواید سویچ کنید بازیتون بهتر باشه با اون چیزی که باشه پلی نمیدادید قبلا، مثلا من موس کیبوردم میخوام سویچ کنم رو کنترلر. خب ببین اولین چیزی که، اولین کاری که باید بکنم اینه که برم یه ویدیو آموزشی ببینم که چجوری باش پلی میدن با دسته. اوکی، یعنی همینجوری دست نگیرم دستم هر جوری خودم خواستم پلی بدم. ببین اگه میخواید بازیتون واقعا خوب بشه باید برید یه ویدیو آموزشی نگاه کنید در یه پلیری که واقعا قبولش دارید و ببینید اون طرف چیکار میکنه، چه دکمه هایی رو گذاشته، یعنی کیبایند دکمه ها چجوریه. خب باید برید نگاه کنید، تحقیق کنید که چجوری با دستش پلی میده طرف و شما سعی کنید از اون تقلید کنید و کم کم با اون کیبورد یا چیز با اون کنترلر پلی دادن رو بهش عادت کنید و یاد بگیرید. خب سیستم تو چند خریدی؟ بیشتر از اینکه از خودم سوال کنه سیستمم سوال کردن، داشت به اینجا بشه من میرم خدا حافظ. سیستممو حدودا فکر کنم 9 ماه پیش بود سفارشش دادم در خارج کشور و
حدوداً 70-80 اینا داره آب خورد و آره دیگه با چیزو چی بهش میگم با مانیتور و اینا شد 89-90 اینا. آره اینم از این و بریم سوال بعدی. خب این رفیقمون نوشته که سلام، چند سالت، اسم اصلی چیه، کجا زندگی میکنی، چند سال کلا داری گیم شوتر میزنی؟ سنمو که گفتم بهتون 19 سالمه و کجا زندگی میکنم بگم که اونم گفتم قم. و چند سال دارم کلا گیم شوتر میزنم؟ خیلی ساله. ببین از موقعی که بچه بودم خب داداشم یه دونه چیز داشت، یه دونه PS2 داشت و از اون موقع میشستیم با هم دیگه کالا اف اینا پلی میدادیم، یه کالا اف پلی میداد بغلش میشستم و از موقع من میگرفتم پلی میدادم، از اون موقع داریم پلی میدیم و کم کم اومدم جلو. بعد PS2 یه Xbox 360 بود که گرفتم و با اون Xbox 360 کلی وای یادش بخیر واقعا یه خیلی گیمای خفن مثل تیلو چی بود، یه گیم دیگه هم بود خیلی مونم خفن بود برای ایکس باکس بود، انصاری ایکس باکس بود، اونا رو پلی میدادم واقعا عشق میکردم، مثلا یه حال هوایی داشت پلی دادن برای اون موقع بود، فکر کنم 7-8 سال پیش. آره اینطورا 8 سال پیش، از 8 سال پیش دارم گیم شوتر میزنم و آره دیگه همین. بریم سوال بعدی. سوال بعدی نمیشه که هیتر چرا برات مهمن. این هیتر چیز بدی نیست، خب واقعا چیز بدی نیست، درست تو مخه و خیلی هم علکی هستش همچین چیزی که یکی رو میبینی بی دلیل سعی میکنی که بهش انرژی منفی بدین، واقعا چیز تو مخ و بدیه، ولی اهمیت دادن هیچ اهمیتی برام ندارن چون که نه تو رویه کارم تاثیر دارن، یعنی نمیتونن اون تاثیر رو بذارن که پیشرفت کنن، پیشرفتمو جلوشو بگیرن، نمیتونن روحیه‌مو چیز کنن، تخریب کنن، پس هیچ اهمیتی برام ندارن و فقط یه جوری دارن حمایت هم میکنن با هیت کردنشون، چون یه گوشه هستن اونا هم یه جور طرفدار حساب میشن دیگه، دارن من حمایت میکنن و باعث میشن که بیشتر دیده شم و باعث میشن که بیشتر انرژی بگیرم که کارمو ادامه بدم و آره خلاصه ببینید هر حرکتی که من میزنم تو گیم خب انقدر انجامش دادم، انقدر انجامش دادم که دیگه تو مغزم تو ذهنم جا افتاده، خب دیگه دست خودم نیست اون حرکت رو میرم، میدونی چی میگم، اینجوریه که مثلا موومنت میزنم یا نایف میزنم میخوره. تو استریم هم اومده باشید میبینید که از مثلا 10 تا نایفی که پرت میکنم حداقل 8 تا 7 تا به طرف میخوره یا ناک میشه یا آرمونش بریک میشه. و اینم از این که چطوری خوب نایف میزنی یا مثلا چطوری خوب موومنت میدی اینجوریه. وای انگشتم گیر کرد بچه ها، انگشتم گیر کرد. اسوس خب نمیشه که چند وقت واردون بازی میکنی، به چه دلیلی کانتنت کریتور شدی؟ حدود 2 سال فکر کنم، نمیدونم چند وقت واردون اومده جواب دادم و به چه دلیلی کانتنت کریتور شدی. ببینید از فکر کنم چند سال پیش بود، زمان فورتنایت برای کیه، 4 سال. اون موقع نینجا خیلی چیز بود روی تویچ، خیلی روی تویچ معروف بود و خفن بود و اون موقع میشستم نگاهش میکردم و میدونم خیلی خفن پلی میده چیزو فورتنایتو، اون موقع فورتنایت خیلی ترند بود و همه دوستش داشتن، اون موقع با سیستم استریم و نمیدونم کانتنت کریت کردن اینا آشنا شدم و گفتم که چرا که نه، چرا من خودم چیز نکنم، چی بهش میگن، کانتنت درست نکنم، محتوا درست نکنم و خیلی هم علاقه پیدا کردم به استریم کردن و یوتیوب کار کردن، چون نینجا هم رو یوتیوب خیلی فعال بود و هم رو توییچ و همون موقع بود که اولو گرفتم روش دیگه،
اینکه خیلی خفن پلی میداد، خیلی نمایشی پلی میداد، سعی میکرد که ویوراشو جذب کنه به بازیش، یعنی فقط وین کردن براش مهم نبود، میدونی چی میگم؟ و اینجوری بود که با کانتنت درست کردن و استریم کردن و اینا آشنا شدم و بهش علاقه پیدا کردم و تا به امروزم خیلی سعی کردم که استریمر رو تولید کننده محتوای خوبی باشم براتون و سعی کردم بهترین محتوا و خفن‌ترین محتوایی که میتونستم تولید کنم و بهتون ارائه بدم و سعی کردم که یکم متفاوت باشم با بقیه کسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن و شما واقعا دمتون میگم که تا اینجای کار حمایتم کردید، واقعا حمایتتون خفن بوده، اگه شما نبودید واقعا یه همچین چیزی هم که هستم نبودم، نمیگم خیلی چیز خفنی الان وضعیتم ولی همینجا هم نبودم، دم تک تکتون گرم، خیلی دوستتون دارم، بوس به کلهاتون. آره خلاصه اینجوری آشنا شدم و فکر میکنم دیگه کافی باشه، بریم سوال بعدی. ببینید یکی از آرزوهایی که همه دارن 100% اینه که همه عزیزاشون همیشه سالم و خیلی خوب کنارشون باشن و من هم همیشه آرزوی دارم و دوست دارم که هر کسی که دوستش دارم و هر عزیزی که دارم سالم باشن و کنارم باشن. و یکی دیگه از آرزوهام اینه که توی کاری که میکنم همیشه موفق باشم، حالا هر کاری باشه، و همین کانتنت درست کردنم یکی از آرزوهام اینه که وقتی میگم مستر اریس همه پشماشون بریزه و همه بشناسنم، یکی از آرزوهامو که میتونم بهتون بگم همینه. خب سوال بعدی نوشته که گیم یا پول زیاد. ببینید پول زیاد بود که همه دوست دارن و واقعا میخوانش همه، خب و منم همینم، چرا پول نخوام؟ کسی هست که اصلا پول نخواد. ولی گیم خیلی برام با ارزشه، چون از اون زندگی که حالا خارج از این فضا دارم، اون چیزی که خارج از این فضا دارم، اون افکاری که خارج از این فضا دارم، اون مشکلاتی که دارم منو دور میکنه و باعث میشه که یادم بره کلا همه چیو، با گیم کلا یه آدم دیگه میشم. چه انگار یه بچه 2 ساله که جلوش اسباب بازی میذارید، چجوریه؟ منم همونم، با گیم همچین رابطه ای دارم و خیلی برام عزیزه گیم. یه پولی جلوم بذارن 100% گیم رو چیز میکنم، انتخاب میکنم و همین دیگه، همین بدونید که گیم خیلی برام عزیزه و آره. خلاصه بریم سوال بعدی. حاضری برای همیشه وارزون رو دیلیت کنی برای بری سمت ولورانت؟ نه اصلا به هیچ عنوان. چرا اسمت گذاشتی اریس؟ خب ببین داستانش خیلی کوتاه و مختصره. خب ببین یه اسم خیلی خفن میخواستم. خب یه اسم خفن میخواستم اوباحت داشته باشه. خب بعد به چیز خدایان چیمش میگن یونان و اینا خیلی علاقه داشتم، همه یه استوریل و لاینا و ایناشون رو خونده بودم و میدونستم هر کدوم چه کارن و چه کار بودن و چه جوری میپرستیدنشون و اینا، و گفتم که آقا یکی که خیلی شر باشه، خیلی خفن باشه، خیلی عوضی باشه، خب ببینم کدومشونه. ایریس یه گادیه توی یونان که کلن باعث تفرقه و باعث بدبختی و عوضی بازی و ایناست و خیلی دارک و خفنه کاراکترش، بعد به خاطر همین اسممو گذاشتم اریس. این اریس خب
چیزه بگو مؤنث میشناختنش بیشترن اکثرن، میگفتن که مؤنثه این دوست عزیزمون اریس، خود اریس. و من گفتم که بذار من بذارم مستر اریس، من چیزشم مذکرشم. و من هم چیز کردم یه مستر اول آیدیم گذاشتم و شدم مستر اریس. سوال بعدی که خیلی ازم میپرسید اینه که چرا چیت میزنی، از چه چیتی استفاده میکنی؟ این هست بگه چیته. خیلی هم میان به من میگن که چیت موومنت داری. داشت چیت موومنت چجوریه؟ من نمیفهم مثلا خودش موومنت میزنه یا سرعت هم بیشتر میشه، واقعا نمیتونم از کجاتون در میارید این چیزا رو. برای خلاصه از چه چیتی استفاده میکنی؟ دست سازه. و یه دوست عزیزی گرفتم که نمیتونم اسمش الان اینجا بگم. چی بگم جده؟ آقا به خودش نمیزنم بچه ها. بریم سوال بعدی ها، بریم سوال بعدی هم درد سر میشه برام. چند وقت مومنت پلیری و بیشترین کلی که تو ریبرز زدی چی بوده؟ چقدر بوده؟ مومنت پلیر ببینید من نمیفهم مومنت پلیر فکر نکنم چیز درستی براش باشه. فکر کنم رفیقمون منظورش اینه که اکی که با مومنت دادن آشنا شدی. حقیقتا نمیدونم چی شد که با مومنت دادن آشنا شدم. چجوری استریم رو استارت کردی؟ دکمه پیسیمو اینجوری زدم، پیسیمو روشن کرد، درستی نداشت، پیسیمو روشن کردم اینجا، نشستم پا سیستم، دستم رو گذاشتم رو موم. دمتون گرم رفقا، مرسی که همیشه حمایت هم کردید و بودید، بوس به کلای همه تون. و اینم بود این ویدیوی Q&A، سعی کردم به همه سوالاتون جواب بدم و اون سوالایی که واقعا مهم بود و اکثرا پرسیده بودید رو سعی کردم جواب بدم، چون تعداد سوال خیلی زیاد بود. و واقعا بوس به کلتون، مرسی که هستید. ساب و لایک و کامنت اینو فراموش نشه و منتظر یه ویدیو خفن باشید که قراره تو یوتیوب هم آپلود کنم. و حتما اون دکمه زنگوله رو بزنید که اولین نفر با خبر شید. و همین، بوس به کلتون، تا ویدیوی دیگه، بای بای.